دوستان و یاران گرامی من، در کمال ادب و احترام به شما روز بخیر میگویم و براتون آرزو دارم که شادی و سلامتی و خوشکامی و توانمندی همراه و همگامتان همیشه بوده باشد و هرگز ملال خاطری به وجودتان نرسد. اینک هفتمین قصه از برنامه عباس میرزا و عهدنامه ترکمانچای رو براتون میخوام شروع بکنم با این تیتر: مژدکن در پیکر افسرده ایران باز جان آید، امید آید، توان آید. باز در باغ ستاراج دیازرده بلبل آید، لاله آید، ارغوان آید. آفریدون آید و ضحاک تازی را در دهان پرشرار کوه کور سازد ذاتش و گوگرد. خیلی اهریمن براندازد، طرفه طرح نو در اندازد. پهلوانی با درفش کاویان آید، آفریدون آید و ایران ویران را مأمن آزادگان سازد. بر فراز خانه ما، میهن ما باز پرچم ایران برافرازد. شیر با شمشیر و با خورشید باز در عالم سر افرازد. هفته های قبل ناگزیر بودم که براتون مسائل جنگ دوم با روزها رو که عباس میرزا فرمانده اون رو داشت و آقای فتلی شاه هم خود به مراغه آمده بود و در اونجا نظاره می کرد، قسمتیش رو تعریف کردم. ولی ناگزیرم که مسائل جنگی رو، این جنگی رو که روحانیون با اعلام جهاد به گردن ایرانیان گذاردن و ایرانی هایی رو که نه سپاه منظمی دارن، نه تسلیحات فراوانی دارن، نه به اصطلاح فرماندهان جنگ دیده کامل دارند، مردم بیچاره بینوای مقابل توپخانه روزها فرستادن، ناگزیرم این رو براتون تشریح کنم. نمیتونم سرح تشه هم رو ازش بگذرم. به این جهت بایستی که یکی دو هفته من رو تحمل کنید تا ببینید که اینها چه بر سر مردم ایران آوردن و مردم ایران چه میکردن. حالا فرصتی است در زمستان برای لشکر روس و همچنین لشکر ایران فراهم شده است. روس‌ها می‌خواهند که در زمستان وسایل حمله به ایرانیان رو کاملا آماده کنند و سپاهشون رو در مرزهای لازم ترتیبشون بدهند، بگمارند و آماده کنند و توپخانهشون رو همچنین سوار نظامشون رو که همه جنگ دیده هستند، همه آزموده هستند در مقاطع جبهه قرار بدهند. به این جهت جنگ وارد مراحل سختی خواهد شد.
که یک سره به زیان ایرانیان تمام می شود. نخستین زد و خوردی که در زمستان پیش آمد حمله فرمانده سپاه روس بود به ایچمیادزین. ایچمیادزین مرکز مذهبی کلیسای ارمنی است نزدیک به ایروان، که چون سه تا کلیسای بزرگ در آنجا ساخته شده است، مردم محل به زبان ترکی به آن اوچ کلیسا می گفتند، یا آوچ کلیسا یا اوچ کلیسا. به هر حال حمله شروع شد. سپاه روسیه بیمانه ای صومعه ایچمیادزین رو که شب پیش لشکر ایران تخلیه کرده بودن تصرف کردن. پادگان ایران در آنجا شامل 400 تن بود. هنگامی که تخلیه کردند آنها متصرف شدند. پادگان در آنجا عده ای از سواران کرد شامل 400 تن. هنگام تخلیه آذوقه و همچنین تعدادی از کشیشان ارمنی رو اونها با خودشون برده بودند. اما یه عده ای از این سواران کرد به فرمانده حسن خان ساری اصلان، برادر حسین خان سردار ایروان، در دشتی که در میان سردار آباد و ایچمیادزین و ایروان قرار داشت یه لشکرگاه ساخته بودند. سردار آباد قلعه‌ای بود که حسین خان سردار بر سر راه ایروان ساخته بود و تصرف آن برای گرفتن ایروان اهمیت بسیار داشت و تصرف شهر ایروان بالاترین ضربتی بود که ممکن بود به لشکریان ایران برسد، که این کار خیلی سریع انجام شد. نرسس خلیفه ارامنه با سپاهیان روسیه هم دست بود و همراه ایشان وارد ایچمیادزین شد. خب نفوذ روحانی فوق العاده او در میان ارمنیان آن سرزمین بسیار مؤثر بود و توانستند عده ای از ارامنه را مسلح بکنند و آذوقه برای خودشون به دست بیارن و همچنین از بین آنها جاسوسان فراوانی در بین سپاه ایران راه افتادن و از جزئیات سپاه ایران و اینکه چگونه مشتی زارعین رو به عنوان سپاه راه انداخته بودند آگاه بشوند و به فرماندهان روسیه اطلاع بدن. از طرف دیگر فرمانده سپاه روسیه عده ای از مردم شروان و شکی و قره‌باغ رو که پیش از آن به فرماندهی پرنس آبخازوف گرد آمده بودند و بیشتر مأموریت اینها تیه آذوقه بود تا راه تازه از شوشی به نخجوان برای این کار فراهم کنند و راه بسازند، نقشه فرمانده روسیه وقتی با اونجا رسید این شد که در ضمن در اسلاندوز از رود ارس بگذرد و از عقب نیز به لشکریان ایران حمله بکنند تا گرفتن ایروان و پیشرفت از آن سوی هم آسان تر بشود. خب فرمانده دیگر روسیه در 10 کیلومتری سردار آباد با 10,000 سواری که فرمانده آنها
حسن خان ساری اسانی بود روبرو شد. ظرف چند ساعت آنها را شکست داد. عده‌ای بسیاری از سواران او را کشتند و به سرعت به دیوارهای قلعه سردار آباد رسیدند. یه دسته دیگه از لشکریان روسیه با یه برنامه‌ریزی خیلی دقیق مأمور شده بودند که با موافقت پاشای قارس از آن را جناح چپ لشکر ایران را شکست بدهند. در ضمن اینها یه دفتری رو هم برای امور غیر نظامی و روابط خارجی تشکیل داده بودند و در آنجا تشکیلاتی به وجود آورده بودند تا اینکه اگر کسانی می‌خواهند فرار بکنند و به گروه آنها بپیوندند و به اصطلاح تابعیت روسیه رو برای خودشون بگیرند، ظرف چند ساعت کارشون رو انجام بدن. به این جهت بود که توانستند خیلی زود گروه بسیار زیادی، چه مسلمان، چه ارمنی، مسیحی، تمام اینها فرار بکنند و از طریق این دفتر بروند به روسیه و فرمانده دستور داده بود که از آن به بعد هر کس از رود ارس بگذرد میتواند به ما ملحق بشود. و ضمناً روس‌ها تصمیم گرفتند که سرحد ایران و روسیه رو رود ارس قرار بدن و ضمناً نامه‌ای به ایرانی‌ها نوشتند و برای اونا فرستادند و به آنها اعلام کردند که ما دخالت انگلیس‌ها رو به هیچ وجه در مذاکرات صلح آینده از شما نخواهیم پذیرفت. بنابراین اگر سخنی حرفی دارید بایستی مستقیما با خود ما در میان بگذارید. و بعد هم فرمانده سپاه روسیه به نیکولای نامه نوشت که تردید دارد که دولت ایران صادقانه خواستاره صلح و ختم جنگ باشد و تأکید کرد که باید ما ماده چهارم عهدنامه گلستان رو درباره ولیعهدی عباس میرزا به قوت خود نگاه بداریم تا اینکه بتوانیم عباس میرزا رو از این طریق به سوی خودمون جلب کنیم. و توضیح داده بود که یکی از مسائلی که عباس میرزا به انگلیس ها خیلی وفادار هست و با آنها رابطه نزدیک داره این است که آنها در همه مکاتباتشون گفتند که ما ولایت عهدی عباس میرزا رو میپذیریم و همیشه از او پشتیبانی میکنیم و همینطور هم به او کمک هایی هم از نظر مادی و هم از نظر اسلحه رساندند و حتی فرماندهانی و آموزگارانی رو هم برای سپاهیان او فرستادند. به این جهت ما هم بایستی که برای فریب دادن عباس میرزا به او روی خوش نشان بدهیم و همچنان که در عهدنامه گلستان هست ولایت عهدی او رو بشناسیم و تا امروز ما از او دریغ کردیم این کار رو. و از جمله کسانی که به عضویت این دفتر روابط خارجی در آمدن و به لشکرگاه فرمانده روسیه آمدن نویسنده بسیار معروف روس گریبایدوف بود
که پیش از عهدنامه ترکمانچای وزیر مختار روسیه در ایران شد، که بعد هم در ایران او کشته شد. به هر حال فرمانده روسیه وقتی که از تهیه مقدمات فارغ شد و همه کارها رو به اصطلاح منظم کرد، خودش به مرکز عملیات آمد. یعنی جنگ وارد شدیدترین مراحل خود شد. اتفاقا در این موقع بارانهای بسیار سختی هم میبارید و تا چندی مانع پیشرفت لشکریان روسیه بود. فرمانده روسیه باسکویچ مصمم شده بود ایروان رو محاصره کند و میخواست که با 5 گردان و 4 توپ محله شمالیش بیرون شهر ایروان رو به دست بیاره. و یکی دیگر از فرماندهان محله شرقی ایروان رو زیر نظر گرفت. بدین گونه محاصره شهر شروع شد. دشواری که در پیش بود این بود که لشکریان ایران برای آن که مانع عملیات و ایستادگی سپاهیان روسیه بشوند، مردم محل رو با خودشون میکوچاندند و خودشون رو در پناه مردم محل قرار میدادند. و این کار رو در جنگ های سابق هم همین کار رو میکردند. نتیجتاً مردم بیگناه رو راه میداختن جلوی خودشون و خودشون پشت اونا قایم میشدن. به این جهت برای روس‌ها خیلی سخت بود که تیراندازی کنن و سپاه ایران رو از پای در بیارن. هنگامی که محاصره ایروان شروع شد، عباس میرزا با 40,000 تن از لشکریان خود از تبریز بیرون آمد و از راه اردوباد از عرس گذشت و نزدیک اسراندوز در پل خدا آفرین نیز 2,000 سرباز با 2 توپ و 1,000 سوار گماشته بود. 6,000 تن مأمور پاسبانی گدارهای رود بودند. هنگامی که فرمانده روسیه وارد ایچمادزین شد، سرکردگان قره‌باغ که پرنس آبخاروف حکمران آن ناحیه آنها را نزد وی فرستاده بود، به وی پناه بردند و او را آگاه کردند که مهدی قلی خان با 3,000 خانوار از مردمان آن ناحیه وارد قلمرو روسیه شده و کسانی که از سردارآباد فرار کرده بودند اطلاع دادند که پادگان آن قلعه شامل 1,000 سرباز و 500 تفنگدار مازندرانی و 18 توپ است و تنها 2 ماه آذوقه در آنجا هست. یعنی روس‌ها بدون اینکه نیازی داشته باشند تا اینکه جاسوسانشون برای آنها خبر بیارند، خود ایرانی‌ها، خود آنهایی که میگفتند ما وفادار به فتح علی شاه و نام ایرانیمون هستیم، خود آنها جاسوسی میکردند و براشون خبر میبارد. چرا؟ برای اینکه زندگی براشون سخت شده بود. زندگی به کلی اونها را از پا در آورده بود و بیچاره ها چاره ای جز این نداشتند جز اینکه خودشون رو تسلیم بکنن و از این وضع خلاص بشن. در این زمان خب چون روزها در جنگ اول هم نتوانسته بودند که کاملا به ایران مسلط بشوند و مردمان شهر از استحکامات آن بسیار مغرور بودند و نیز با استواری 2 قلعه عباس آباد و سردار آباد که در جنوب ایران ساخته بودند اعتماد بسیار داشتند،
به همین جهت شهرت دادند که فتح علی شاه خود با سپاهیان بسیاری از تبریز به سوی رود ارس رهسپار شده است. هنگامی که فرمانده روسیه به این ناحیه رسید، با سردارانش مشغول گفتگو شدند با سبحان قلی خان فرمانده پادگان ایروان. این مرد در همه حوادث این زمان میخواست که به تزویر و درویی فرماندهان روسی رو فریب بده، اما خب نمیشد، برای اینکه اونها به عناوین مختلف خبرهای لازم رو داشتند و میدونستند که چطور بایستی به ایروان لشکرکشی کنند و ایروان رو تصرف کنند. در حمله به ایروان لشکریان روس شامل 3200 پیاده، 1200 سوار، 16 توپ و قسمت دیگر نیروی این جبهه 4800 پیاده و 800 سوار و 3000 سپاهی داوطلب و 26 توپ بود. نقشه روس‌ها این بود که تا گرمای تابستان به پایان نرسیده ایروان رو تصرف کنند. اما به زودی گرما طاقت فرسا شد. درجه حرارت آفتاب به 43 و 45 درجه در سایه به 33 رسید. خب سربازان روسی که عادت به چنین گرمایی نداشتند اغلب بیمار شدند. 700 تن از ایشان از پای در آمدند. اما سرکردگان طوایف قره‌باغ اجازه عبور از فرمانده سپاه روس خواستند و گفتند که همه ما و همه مردم قره‌باغ خواستار تابعیت روسیه هستیم تا به سرزمین اصلی خود برگردیم. و فرمانده سپاه هم به آنها این اجازه رو داد و درخواستشون رو قبول کرد و اونها به سرعت شدن روس و تابعیت روس رو پذیرفتن. وقتی که لشکریان روسیه وارد نخجوان شدند و به محاصره قلعه عباس‌آباد پرداختند، مردم آن ناحیه هم از قبل تابعیت روسیه رو پذیرفته بودند. روسا از آذوقه اصلا ناراحت نبودند اونجا، اما درجه حرارت به 40 درجه رسیده بود. 1000 تن از لشکریانشون بیمار شده بودند. تقریبا همه مردم از شهر بیرون رفته بودند. بیشترشان از رود ارس گذشته بودند. فرمانده سپاه روس دستور داد تا از خانه های آنها و باغ های آنها به دقت نگاهبانی و پاسبانی بشود. هرگز کوچکترین صدمه ای به زندگی آنها نرسد تا آنها قبول کنند و یقین کنند که روزها با آنها مهربانند. و علاوه بر آن هر آن چرا که سپاه روسیه لازم دارد در مقابل خرید آن پول نقد بپردازند تا مردم عادت کنند که روس‌ها با آنها مهربانند. به همین جهت همان شب اول همه مردم تسلیم شدند و از رود گذشتند و به خانه‌های خودشان برگشتند. خب اندکی پیش از آن که روس‌ها با آنجا برسند، عباس میرزا 4000 تن به یاری پادگان عباس‌آباد فرستاده بود و خودش هم در نزدیکی خوی چادر زده بود و 7000 تن از سپاهیان با او بودند و 40000 تن دیگر هم از تبریز راه افتاده بودند تا به یاری او بیایند. قلعه عباس‌آباد تا نخجوان 10 کیلومتر فاصله دارد. در ساحل چپ رود ارس ساخته شده.
مهندسان اروپایی اون رو به دستور خود عباس میرزا بعد از جنگ اول به نام وی پس از دفاع و برای دفاع از شهرهای نخجوان و ایروان ساخته بودند و در سر راه ایروان به ایران ایروان قرار داشت و سر راه ایروان به ایران قرار داشت. به همین جهت فرمانده سپاه روس مصمم بود این قلعه را بگیرد، اما از یک سو بسیاری از سربازان از بیماری از پا در آمده بودند و از سوی دیگر از آنجا تا لشکرگاه عباس میرزا فقط 56 کیلومتر فاصله بود و ممکن بود وی به یاری پادگان قلعه بیاید. هرچند که نقشه عباس میرزا در این مورد این بود که با لشکریان روسیه روبرو نشود و تعصب مردم آذربایجان را تحریک کند تا دشواری هایی برای پیشرفت روسا فراهم بکنند، با این همه با وسائلی که لشکریان ایران در آن زمان داشتند لااقل 3 هفته وقت لازم بود تا خودشون رو به اونجا برسونن. فرمانده سپاه روس تصمیم گرفت که قلعه رو تصرف کنه. به این جهت به حمله آغاز کرد. فرمانده پادگان قلعه محمد امیرخان داماد شاه و 2 تن معاونین او امین خان نخجوانی و رضا خان تبریزی بودند و افراد پادگان تقریبا 4000 تن بودند. گرداگرد قلعه خندقی کنده بودند و برای آنکه آن را از آب پر نکنند فرمانده سپاه روس دستور داد نهری را که در گرداگرد قلعه بود برگردوندند. جاسوسانی که از چرس آمده بودند به فرمانده روس آگاهی دادند که عباس میرزا با 25000 سپاهی و 40 توپ در آن نزدیکی است و فتحعلی شاه خود با همان عده از لشکریان در خوی منزل گرفته است. شهر خوی تا آنجا 100 کیلومتر فاصله داشت. سرانجام عباس میرزا مصمم شد به یاری پادگان قلعه رهسپار می‌شود. به فرمانده سپاه روس خبر دادند که حسن خان ساری اصلانی هم از پشت به نخجوان حمله کرده است. ناچار وی تصمیم گرفت از عرص بگذرد و با عباس میرزا روبرو بشود و در ضمن لشکریانش دست از محاصره بر ندارند و 2 فوج از سپاهیان خود را با 22 توپ در آنجا گذاشت. خب خبر رسید که لشکریان فراوانی از خوی به یاری عباس میرزا رسیدند و وی با 40000 تن به سوی عباس آباد رهسپار شده است. فرمانده روس فوراً یکی از سردارانش رو مأمور کرد که همه سوار نظام رو از رود بگذراند و مشکهایی برای این کار آماده کردند. دسته اول سواران هنوز از آب نگذشته بودند که مشکها ترکیدند. دیگران 1 ساعت در انتظار بودند تا وسیله رفتنشان فراهم بشود. توپخانه را هم از رود گذراندند. فرمانده سپاه خود فرمانده 5 دسته اول از سپاهیان را به عهده گرفت. فرمانده سر دسته دیگر که گرما برایشان طاقت فرسا شده، زمین خشک و سنگلاخ بود. با این همه 3 ساعت بعد در 15 کیلومتری کرانه رود عرص با فرمانده سپاه در ناحیه جوانبلاغ به بلندی های لشکربان عباس میرزا رسیدند.
ملاحظه کرد که عده بسیاری از سپاهیان با چند توپ در دشت هستند و حدس زد که توپخانه می بایست در مرکز این قسمت پناهگاهی داشته باشد. فوراً وضع جنگی به خودشون گرفتند. وضع سپاهیانی که فرماندهشان یکی از سرداران به نام بود، پیش از آن که پیاده نظام برسد بسیار برایش دشوار بود. 5000 از لشکریان ایران از تنگه ها وارد دشت شدند. فرمانده سپاه روسیه خود را دست دسته به طرف جناح چپ لشکر عباس میرزا رساند و به سردارانش فرمان داد که در جناح چپ به تنگه ی حمله کنند و یک دسته سواران نیزه‌دار نیز ذخیره او بودند که با وجود گلوله باران جانفرسای توپخانه ایران، فرمانده سپاه روس به جناح چپ لشکر ایران رسید. تپه‌های مرکزی را که بر همه آن ناحیه مشرف بود گرفت. پیاده نظام ایران هم چنان پدیدار نبود و در جایی بود که کاری از دستشان بر نمی آمد. سوارانی که در مرکز جناح چپ بودند در نتیجه تیراندازی روسا به کلی پریشان شدند و عملاً میدانی هم برای عملیات نداشتند. ناگزیر به هر طرف پراکنده شدند و توپخانه ایران هم به سرعت از راه چورس گریخت. سردار روسیه هم که سوارانی را در تنگه ها گرد آمده بودند از آنجا بیرون کرد. بدین گونه سوار نظام ایران که در جبهه راست بود یک سر شکست خورد و اسبهای در آمد. دوستان گرامی من، چه کنم؟ نمیتونم بدون اینکه اینها را براتون تعریف کنم که شما ببینید نه تنها ملت ایران، مردم ایران این بیچاره هایی رو که به عنوان سرباز، به عنوان نظامی همراه خودشون آوردن در چه حال هوایی گرفتار میشن و چگونه از پای در میان و این مردم بدبخت گله گله زیر فشار توپخانه روسیه از پای در میان. اما روحانیت دلش خوش است که فرمان حمله صادر کرده است. روز روزگارتان خوش، تا برنامه بعد.